Look at me, please. ده دقیقه دیگه میذارم. منو در شهر مدینه در مقابل هتلم توسط عوامل سازمان‌های جاسوسی آمریکا و عربستان در واقع ربودند، به یک جای نامعلوم در شهر عربستان، کشور عربستان منتقل کردند، به من یک آمپول بیهوشی تزریق کردند و با یک هواپیمای نظامی منو از کشور عربستان سعودی به خاک آمریکا منتقل کردند. مقاومت ایشون، پایداری خانواده ایشون، تلاش همکاران ما در وزارت، دو ماه اولی که من در واقع خاک کشور آمریکا بودم، تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و فشارهای روانی از طرف گروه‌های بازجویی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار گرفتم. اهمیت کار پژوهش در کشور و پژوهشگری چون آقای من واقعا تعجب می‌کنم از یک در واقع وزیر امور خارجه آمریکا که مدعی حقوق بشر هستن و این صحبت رو مطرح میکنن که من آزاد بودم و آزادانه به اون کشور رفتم. من مدارکی دارم که نشون میده که من در اون کشور آزاد نبودم و اجازه تماس با هیچ کس رو نداشتم و تحت کنترل افراد مسلح سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بودم. من انشاءالله سر فرصت تمام اینها رو اثبات خواهم کرد و به در واقع دولت مردان آمریکا نشان خواهم داد که دروغ واقعی از دهان اونها در واقع خارج میشه. ویژه که براشون گذاشته قرار کردیم. بله بیشتر توضیح بدید. اون افکار عمومی مثلا چه جوری هیچ ارتباطی موضوع رهایی جناب آقای امیری با اون موضوع عرض کنم که افراد آمریکایی در ایران نداره.